in Mindset for IELTS Foundation. سلام دوستان، خیلی خیلی خوش اومدید به یونیت دوم از کتاب Mindset for IELTS Foundation. توی این اپیزود میخوایم که یونیت دوم رو پرقدرت شروع کنیم. همونطور که میدونید توی کانالمون یونیت اول رو با هم پرقدرت رفتیم جلو و یه سری امتحان ها هم در کانال تلگرام با هم دیگه خواهیم داشت و پرقدرت تمرین ها هم در اونجا با قدرت انجام خواهیم داد. خب بریم ببینیم که یونیت دو در رابطه با چی هست و چی میخواد به ما آموزش بده. خب توی یونیت دو در رابطه با اصطلاحات و کلمات و وکب در رابطه با house and home میخونیم. Okay, let's go. خب در رابطه با house و home، اولین که بگیم یه تفاوت خاصی داره. ما معمولا میگیم سینونیم هستن و هم‌معنی هستن، اما یه تفاوت بارزی داره که اینو باید بدونید و اینکه house به این به خونه های بزرگ ویلایی میگن که حالا از نظر ساختمونی یه خورده با بقیه فرق داره و یه حالت ویلایی داره و بزرگه و به این صورت حیات داره. و هوم معنی خونه رو میده. مثلا شما میگید I go home، رفتم خونه. ولی مثلا میخواید I want to buy house، میخوام یه خونه یه ویلایی بگیرم، یه خونه یه بزرگ بگیرم، حیات دار باشه. یه سری مشخصه ها هاوس داره که این رو متمایز میکنه با هوم و به این مکتب استتون باشه. اوکی، گو اهد. خب بریم که ببینیم با اصطلاحات آشنا بشیم. خب look at the picture of rooms in a house. خب تصاویری که میبینی تصاویری از هاوس هست و اینکه مثلا خونه های آپارتمانی یا مثلا خونه هایی که توی برج هستن و مثلا میگن کاندو. حالا و اینکه هاوس یه خورده فرق میکنه. What rooms are they؟ خب اینا رو باید شما حدس بزنید. خب بریم جلو ببینیم که به چه صورته. خب اولی چیه؟ اولی اتاق خوابه. خب اتاق خواب یعنی bedroom، پس میشه bedroom. خب توی این قسمت میبینیم که look at some other places that you find in and around a house. پس داخل و اطراف خونه. این صورته. و املاشو به خاطر بسپاریم. خب تو این تصاویر شما حیات میبینین؟ بله، تصویر هفت. پس گاردن میشه تصویر هفت. حال خب ما کلا از واژه حال توی فارسی هم استفاده میکنیم. خب توی کدوم تصویر میتونیم حال رو پیدا کنیم؟ یا تصویر دوم. خب حال هالوی. خب همونطور که یادتونه یه بحثی داشتیم به نام ریشه شناسی، شما اگه کلمه حال رو بلد باشین هالوی رو میتونید تشخیص بدید که به چه معناست. وی به معنای راه هست و ترکیبش با هالوی معنی یه معنی الان ورودی راه رو معنی کوریدور میده. خب کدوم قسمت یا حالا حالت راه رو، حالا بیشتر حالت بخش ورودی رو داره حال بگیم.
کدوم قسمته؟ قسمت سوم. یه حالت کوریدور داره، یه حالت راه رو داره. این کلمه وی، از این وی میتونیم تشخیص بدیم که بالا یه راهی منظورشه. بیسمنت، بیسمنت، بیسمنت به معنی زیرزمین هست. زیرزمین اینجا میگردیم، آها، توی بخش یک میتونیم زیرزمین رو ببینیم، پس میشه تصویر اول یک. اما بعدی اتیک، اتیک به معنای اتاق زیر شیروانی، اون همیشه هاوس ها، خونه های ویلایی یه بخشی دارن، یه زیر شیروانیشون یه اتاق زیر شیروانی خیلی کوچیک و جمع و جور دارن که بهش میگن اتک. خب اینجا میگردیم ببینیم که اتیک ها کجا میبینیم. آها، that's here. پس میشه تصویر پنجم. و اما گارج، گارج که همون معنی به قول خودمون تو فارسی استفاده میکنیم، میگیم گاراژ. همین قسمت شیش میشه. و اما در نهایت یه کلمه مهم داریم اینجا، استادی. همطور که میدونید استادی به معنی مطالعه کردن هست. مثلا he studies history. یعنی این که مثلا اون مرد کتاب تاریخ رو مطالعه کرد، مورد مطالعه قرار داد. و اینکه علاوه بر مطالعه کردن، استادی یه معنی دیگه ای داره به نام اتاق مطالعه. اتاق مطالعه، پس خیلی حواستون باشه که ممکنه حالا توی جمله و گزینه ها بیا تو آیلتس به شما بده و شما این دوتا معنی رو تو نظرتون داشته باشید و قاطی نکنید. و حتما از نظر شما استادی معنی صرفاً، حالا بریم در ادامه ببینیم که آها، ادامه یه سری حالا اصطلاحات، حالا اصطلاحات درونه، چیزایی که توی خونه هست، بس لوازم خونه. اولین شکل پیکچر در رابطه با پرده هست. به این نوع پرده میگن curtain، که حالا بریتیش، توی تلفظ بریتیش میگن curtain، ولی حالا تو امریکن ممکنه آر رو، یعنی معمولا آر رو حذف میکنم، میگن curtain. حالا دیگه هر جور که شما اوکی هستید میتونید نار تلفظ کنید، ولی حتما تلفظشون رو بدونید و اینکه این لهجه ها رو خیلی حواستون باشه، چون ممکن تو لیسنینگ به مشکل برخوره. خب گفتیم این نوع مدل، اما یه مدل دیگه هست از پرده. پس گفتن پرده صرفا کرتن نیست، ممکنه که نوع دیگه ای از اون باشه که مثلا توی قسمت سوم. به این نوع پرده دیگه نمیگن curtain، به این نوع پرده میگن blind. به این نوع پرده میگن blind. البته blind دو تا معنی داره، به معنی فرد نابینا هست، اما معنی این نوع پرده هم، پرده کرکره‌ای حالا ما خودمون میگیم، blind هست. picture 2 is lamp. به این نوع وسیله ما میگیم lamp. بعدی که همون میدونیم TV یا تلویزیون. و 4، آها،
یه نکته خیلی مهم که باید باز حواسمون به این نکته باشه اینه که دسک با حالا یه خورده فرق میکنه. دسک فرقش حالا با تیبل، با درایور، با درایورز سوری میخورده فرق میکنه معانیشون. مثلا اینجوری شما میبینید توی پیکچر 4 پیکچر 4 سوری شما یه حالتی مثل اتاق کار میبینید و این دسک رو برای حالا اون اتاق مطالعه یا حالا اتاق کار استفاده میشه و اینکه همونطور که میبینید صرفا حالا هیچ کشویی چیزی شما نمیبینید. مثلا شما تیبل به چی میگیم؟ مثلا شما میزی قرار میدید مهمون میاد، مبل میشینه مهمون، یه میز براش قرار میدید یا مثلا به اون میز میگن تیبل. و اینکه توی قسمت 6 که کشو داره و شما از کشوش استفاده می کنید یا حالا کشوی لباسه یا حالا هر چیزی بهش میگن drawers. پس 4 شد دسک، 6 شد drawers. 5 که مشخصه shower. پس با هم می نویسیم و ما بعدی. خب what is this? It's window. Window. این چی میتونه باشه؟ این میتونه حالا پیکچر باشه، پوستر باشه. این که گفتیم blind هست. اما این ستا پیکچر آخرمون مهمن و اینکه اینا رو به خاطر بسپاریم. پیکچر اول خب یه سر اصطلاحات رو با هم یاد گرفتیم توی این بخش و اینکه یه سر لیسنینگ این قسمت داریم که اینو یه بخش دیگه با هم میگیم و یه سری تکنیک ها رو با هم میگیم. امیدوارم که از این بخش براتون مفید بوده باشه و اینکه بتونید دیالوگاتتون رو اوکی کرده باشید و افزایش بدید. هر نوع سوالی داشتین توی کامنت ها، من هر سوالی داشتین پذیرا هستم و اینکه برام براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و خیلی ممنونم که با ما همراه بودین. خیلی متشکرم.